تو زندانی سرخجامگانی شیخ، هر چه در افسانه ها شنیده ای به چشم ببین، ما بخشی از افسانه خدایگان بابک خرم دیدیم. شکار عرب برای من فرمانی است اهورایی. میخواهی آسان بمیری یا سخت؟ کسی که به بیراه رفته مرگ آسان برایش آرزویست محال. چه کاره ای؟ چه فرقی میکنه؟ شما تشنه به خون عربید؟ خب منم عربم. ما بی دلیل عرب نمیکشیم. گناه تو تنها این نیست که عربی. عرب در میهن من چه میکنن؟ تو در خانه منی و من از بیداد تو به غار پناه بردم. چنایه بزنی و چون و چرا کنی جوری میمیری که صد بار مرده باشی. چه کاری؟ اما من شوخی نمی کنم. من شوخی نکردم. حتما میدانی که در دولت عباسیان عرب کار خر قاطر را میکند. ترک ها همه منصب ها را قبضه کردن. پس زنده با ترک ها؟ مالی ها چی هستی؟ چند دختره که دم بخرا تا به حال به بهانه ندادن جزیه تقدیم خلیفه کرد. یکی شبیه تو روزگاری عروس خود من را از هجله بیرون کشی. چشپوشی بر این همه بیداد نوانیست. تو را دست و پا میبرم و به چریپا میکشم. کاری که خلیفه شما معتصم با خدایگان ما بابک کرد. خب سید، با همه هوش و گوشت به تله افتادی. آخ که گردنت بشکند. میدانی چه کار کردی؟ مالیات یک سال اصفهان با جزیه ولایات مجوس نشین دود شد با خدم و حشم. مسببش تو بودی آن مردک بیمادر تبرستانی. حالا هم که اسیر عده‌ی وطن پرست سر تا پاخته ایم، مطمئن باش از هفت جانی که دارم یکیش باقی بماند تو را تحویل خلیفه میدم. خب حالا اسمت چیه؟ عرب، عرب ابن عرب. تو به اسمم چه کار داری؟ پناه بر خدا از جهالت عرب. من اسمم عبدالعزیز. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. بابک خرمدین، بزرگ سردار تاریخ ایران و اسطوره شجاعت و مبارزه با اعراب اشغالگر. او به مدت 22 سال به کابوس خلفای عباسی تبدیل شد و نهضت دلاوران آذربایجان و ایران زمین را رهبری می کرد. در تاریخ قیام بابک و یارانش به قیام سرخ جامگان معروف است، چرا که او و یارانش لباس سرخ بر تن می کردند. قیام او به روشنی از حس ضد عربی ایرانیان در آذربایجان بهره می برده است. قلعه او در کوهستان نفوذ ناپذیر و با گذرگاه باریک و پیچیده‌ای واقع شده بود، به طوری که ورود مهاجمان را به آن غیر ممکن می کرد. او لشکریان خلیفه عباسی و سرداران آنها را یکی پس از دیگری در هم می شکست. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول بابک خرمدین نوشته سعید نفیسی و کتاب دوم دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرینکوب. البته باید به این نکته اشاره کنیم که نسخه های فعلی این کتاب ها مورد سانسور شدید قرار گرفتند و ما در این ویدیو از نسخه های قبل از انقلاب استفاده کردیم. بابک در آذربایجان متولد شد. نام بابک در اصل پاپک بوده که نام پدر اردشیر بابکان با
بنیانگذار سلسله ساسانی بوده است که در منابع عربی به بابک معروف شده است. پدر بابک اهل تیسفون بود که از آنجا و به دنبال ظلم و ستم عباسیان به آذربایجان مهاجرت کرد. مادر بابک از اهالی آذربایجان بود. بابک در کودکی پدرش را از دست داد و عهده‌دار خزینه‌های خانواده شد. او رفته رفته با ظلم خلفای عباسی به مردم ایران آشنا شد که هر روز با وضع مالیات‌ها و خراج‌های سنگین مردم را به سمت فقر و گرسنگی می‌کشاندند. البته که تیره روزی ایرانیان تنها به فقر و غارت اموالشان توسط اعراب ختم نمی‌شد، بلکه این اعراب مهاجم به بهانه گسترش اسلام مردان و زنان این سرزمین اهورایی را که سالها با عزت و احترام زندگی کرده بودند به بردگی می بردند. بابک با مشاهده این اوضاع همانند بسیاری دیگر از جوانان ایران زمین قصد داشت تا دست تازیان را از ایران کوتاه کند. در آن دوران شخصی به نام جاویدان ابن شهرک رهبری گروهی از مبارزان بر علیه اعراب را بر عهده داشت. مقر او در دژی نفوذناپذیر در کوه‌های آذربایجان بود. بابک پس از مدتی به نیروهای جاویدان پیوست و در جنگ‌های چریکی بر علیه اعراب و سربازان خلیفه رشادت‌ها و دلاوری‌های فراوانی از خود نشان داد. در یکی از این جنگ‌ها جاویدان زخمی شد و پس از چند روز درگذشت، اما وی وصیت کرده بود که پس از مرگش یاران و نیروهایش از بابک پیروی کنند و چنین شد. مبارزان و ایرانیان زیادی از سراسر کشور از جمله آذربایجان، همدان، ری و تبرستان به بابک پیوستند، به طوری که در منابع تاریخی تعداد سربازان بابک را تا 100,000 نفر هم ذکر کردند. قلعه بابک که با نام دژ جمهور هم شناخته می شود، مقر بابک خرمدین و همراهان وی بوده است. اکنون بقایای این قلعه تاریخی در ارتفاعات کوههای منطقه ارسباران، در همسایگی ابرها و در مجاورت دره‌های عمیق کوهستانی جا خوش کرده و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. گفته می شود که قدمت ساخت اولیه قلعه به زمان ساسانی و اشکانی گره خورده است و نوع معماری و آثار کشف شده در مجموعه این تخمین زمانی را تایید می کند. بابک و یارانش به واسطه این دژ کهن توانستند لشکریان عرب را برای 22 سال در کوه‌ها سرگردان کنند و به آنها شبیخون بزنند و باعث فرارشان شوند. بابک همواره در تلاش بود تا بتواند عظمت و سربلندی ایرانیان را دوباره به آنها بازگرداند. او به یارانش همواره می گفت یک روز پادشاهی با سربلندی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده می مانم یا می میرم. هر جا که من باشم یا از من یاد شود، من آنجا پادشاهم. لقب بابک که به خرمدین معروف است، از دین و اعتقاد او و یارانش سرچشمه می گیرد. در واقع خرمدینی یک مذهب بود و آنطور که در منابع تاریخی ذکر شده است، عقاید آنها ترکیبی از دین زرتشت و مزدک بوده است و در دین آنها دشنام و ناسزا را روا نمی دانستند و آزار به دیگران کاری ناپسند بود. آنها شراب را مقدس می دانستند و آن را می نوشیدند. به طور کلی در عقاید خرمدینان مواردی که حرام باشد چندان وجود نداشت و هرچرا که انسان از آن لذت می برد و طبع او به آن میل داشت و به کسی ضرر نمی رساند را مباح می شمردند. شاید بهترین مثال برای این نوع عقیده سبک امروزی زندگی کشورهای اسکاندیناوی همانند سوئد و نروژ است که از هر گونه تعصب مذهبی خالی است. علاوه بر اینها اذیت و آزار مسلمانان که روز به روز بر پیروان خرمدینان آذربایجان و دیگر نواحی شدت می گرفت، باعث بروز نارضایتی
در میان آنها شد و مردمانی را که عموماً کشاورز و دهقان بودند به سطوح رساند تا سلاح در دست بگیرند و به بابک بپیوندند. آغاز قیام بابک با خلافت مأمون خلیفه عباسی همراه بود. او ابتدا به قیام بابک کم توجهی کرد و از قرار معلوم دلیل این امر این بود که او در خراسان حضور داشت که فاصله زیادی با بابک داشت. مأمون در آن زمان درگیر مسئله جانشینی خود بود. او ابتدا علی ابن موسرزا امام هشتم شیعیان را به ولیعهدی انتخاب کرد که این مسئله با نارضایتی خاندان بنی عباس روبرو شد و او در نهایت برادر ناتنی خود معتصم را به عنوان جانشین و خلیفه بعدی انتخاب کرد. همه گیر شدن نفرت از عرب روز به روز بر محبوبیت بابک و پیروانش انجامید و باعث قدرتمندتر شدن آنها شد. آنها علاوه بر آذربایجان سایر قسمت‌های غربی ایران تا همدان را به زیر سلطه خود درآوردند و اعراب را از آن نواحی اخراج کردند. سرداران و فرماندهان مأمون یکی پس از دیگری از بابک شکست می‌خوردند و غنایم و سلاح‌های آنها به دست یاران بابک می‌افتاد. دلاوری بابک نور امیدی در دل ایرانیان زخم خورده دوباره روشن کرده بود. پایه‌های حکومت عباسی به لرزه در آمده بود و نشانه‌های سقوط آنها به دست سردار دلیری همچون بابک کاملاً هویدا بود. همسر بابک بانو خرم‌دین دوشادوش بابک در برابر خلیفه عباسی جنگید. او از جمله دلیرترین جنگجویان آزادی خواهی بود که امروزه توسط ایرانیان در شمار یک قهرمان ملی است. مرکز اصلی فعالیت بانو در آذربایجان بود. او کمانداری ورزیده بود که در همان کودکی با این سلاح آشنا شد و تا پایان عمر همراه فرمانده دلاور خرم‌دین جنگید. بابک سربازانش را گارد جاویدان می نامید، نامی که هخامنشیان بر سپاه زبده خود گذاشته بودند و ساسانیان نیز از آنها پیروی می کردند. مأمون پس از شکست‌های متعدد از بابک در جریان نبرد با بیزانس درگذشت، ولی نگرانی او و ترسش از قیام بابک در وصیت‌نامه‌اش بروز کرد. او در وصیت‌نامه خود به جانشینش معتصم توصیه کرد از هیچ تلاش و هزینه‌ای برای متلاشی کردن قیام بابک دریغ نکند. معتصم برای سرکوب قیام بابک به سربازان و افسرانی که راهی آذربایجان می شدند چندین برابر حقوق عادی پول و طلا می داد، اما هیچ یک از این اقدامات او برای متوقف کردن بابک کافی نبود تا اینکه او شخصی به نام افشین را با وعده حکومت خراسان ترغیب کرد تا بابک را سرکوب کند. افشین که فردی طماع و پول پرست بود، بدون توجه به هدف بابک که آزادی ایران از دست تازیان بود، پیشنهاد معتصم را پذیرفت. در واقع در طول تاریخ هر ضربه‌ای که ایرانیان خورده اند از همین وطن فروشان خائن بوده است. به قول حافظ، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آشنا کرد. هر زمان بابکی خواست وطن و مردم را نجات دهد، یک افشین طماع زودتر زاده شد تا وطن سالها در قل و زنجیر و در اسارت دیف صفتان مهاجم و بیگانه بماند و مردمان غلامی و خادمی هر دیف صفتی را تجربه کنند. افشین با حیله و نیرنگ به بابک نزدیک شد و به او وعده داد